درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه 14 بهمن ماه همراه ما باشید. در 18 هفته از جمعه خونین زاهدان، مردم معترض در این شهر امروز جمعه 14 بهمن بار دیگر پس از برگزاری نماز جمعه به امامت مولوی عبدالحمید به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه ای شعار سر دادند. برخی فعالان بلوچ نیز از حضور مولوی عبدالحمید در میان معترضان خبر دادند. مردم معترض سنندج نیز در اعتراض به موج بازداشت‌های فعالان کردستان و دستگیری دو روحانی کرد به نام‌های ماموستا ابراهیم کریمی و ماموستا لقمان امینی به خیابان آمده و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. طی روزهای اخیر شماری از روحانیون اهل سنت کردستان که دستگیری و سرکوب معترضان را محکوم کرده بودند، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. پنجشنبه شب نیز در سراسر کشور حضور مردم با سر دادن شعار، تخریب نمادهای حکومتی، شعار نویسی و سایر شیوه‌های اعتراضی ادامه داشت و معترضان در شهرهای مختلف بر عزم خود به جهت سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کردند. روزنامه فرانسوی لیبراسیون از تصمیم شهرداری نوفل و شاتو در حومه پاریس برای حذف نام روح الله خمینی از این منطقه خبر داد. این تصمیم پس از آن گرفته شده که چندین سازمان غیر دولتی خواستار حذف این تابلو شدند، اما به تازگی معترضان ایرانی عکس خمینی را از تابلو درآوردند. در حالی که حملات روسیه به زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین به خصوص شبکه برق این کشور ادامه دارد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری میزبان رؤسای شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون‌های اتحادیه است. همزمان وزیر خارجه این کشور گفت پیشنهادش برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران روی میز رئیس جمهوری است و تصمیم درباره آن به رفتار جمهوری اسلامی بستگی دارد.